سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم دیوان عالی کشور رأی صادر از سوی دادگاه انقلاب شیراز که بر اساس آن هفت درویش گنابادی به اتهام محاربه و فساد فلعرض محکوم شده بودند را تایید کرد. بر اساس این رأی محکومیت هفت از دراویش ساکن کوار به نامهای کازم دهقان، حمید رضا آرایش، محمدعلی علی شمشیرزن به نفی بلد مادام العمر و همچنین محمدعلی دهقان، محمدعلی صادقی، ابراهیم بهرامی، محسن اسماعیلی هر یک به هفت سال تبعید در دیوان عالی کشور عینا تایید شد. تایید حکم این درویش گنابادی در حالی صورت میگیرد که شکایت بیش از چهل درویش گنابادی از عاملین برپایی تظاهرات و پخش شبنامه علیه درویش پس از گذشت دو سال به نتیجه نرسیده است. وزارت اطلاعات ایران اظهارات منتشر شده در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به نقل از محمود علوی وزیر اطلاعات درباره خروج مدیرامل یکی از بانک های خصوصی از کشور را کذب محض خواند. وزارت اطلاعات تاکید کرده که با منتشر کنندگان این شایعات که به گفته این وزارتخانه قصد برهم زدن فضای عمومی و امنیت کشور را دارند به شدت برخورد کند، این وزارتخانه اشارهی به نام مدیرعامل این بانک خصوصی نکرده است در روزهای گذشته خبرهایی درباره فرار حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین علیرضا پویانشاد معاون بانکداری خرد و علی حسینی مدیر امور شعب این بانک منتشر شد در این خبر از افرادی که در این بانک حساب دارند خواسته شده که پولهای خود را از این بانک برداشت کنند حسن معتمدی مدیر بانک اقتصاد نوین نیز خبرهای منتشر شده درباره فرارش از ایران را دروغ محض توصیف کرد بانک اقتصاد نوین در سال 80 به عنوان نخستین بانک خصوصی ایران توسط محمد صدر هاشمی نژاد پایگذاری شد این بانک سال مالی 91 با درآمدی بالغ بر 3500 میلیارد تومان به عنوان دهمین ده بانک بزرگ ایران بر پایه میزان درآمد شناخته شد تیم مذاکره کننده هسته جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی عباس عراقچی برای ادامه گفتگوها با نمایندگان سه کشور اروپایی در گروه پنج به علاوه یک امروز پنجشنبه وارد استانبول شد. قرار است هلگا شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این رایزنی ها حضور داشته باشد. در همین رابطه مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز اعلام کرد به دنبال تفاهم هستیم اما نه به هر قیمتی ولی از هر فرصتی برای گفتگو و کمک به روند جاری استفاده می کنیم. از سوی دیگر روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه علی اکبر ولایتی نماینده ویژه حسن روحانی و مشاور امور بین الملل رهبر ایران در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد و درباره مسائل مختلف از جمله مذاکرات هسته‌ای به گفتگو نشست. کنگره ایالات متحده که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است تلاش می کند که تحریم های جدیدی را علیه تهران به تصویب برساند اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که این اقدام به معنای شکست دیپلماسی خواهد بود و آن را وتو خواهد کرد نامه معرفی 170 نماینده مجلس که از رحیمی پول گرفتند توسط تهیه کنندگان آن پاره شد. کمالدین پیر معزن به خبرگزاری ایسنا گفته از پیگیری این نام منصرف شده است. در همین رابطه قلم حسین محسنی اجعی معاون اول قوی قضایی جزیات بیشتری از پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی را در اختیار خبرنگاران قرار داد. خبرگزاری فارس خبر می دهد که نامه درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای معرفی 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که به گفته محمد رضا رحیمی از وی پول گرفتند توسط تهیه کنندگان آن پاره شده است. کمال الدین پیر نماینده اردبیل در مجلس نیز که صبح روز چهارشنبه هشت بهمن از تهیه این نامه با امضای سی نفر از نمایندگان مجلس خبر داده بود گفت که از پیگیری اعلام اسامی این افراد منصرف شده است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران روز پنجم آبان در نامه خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته بود که جابر عبدالی از متهمان اختلاس از بیمه ایران مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان به قریب سر و نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده است که اسناد و کپی چکهای صادره در پرونده ثبت و ضبط است. جابر عبدالی خورداد ماه سال 1391 در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که دسته چک امضا شده اش را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی داده است. کمال الدین پیرمعزن نماینده اردبیل در مجلس صبح روز چهارشنبه از تهیه نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس برای اعلام اسامی 170 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم که بنا بر ادعای محمد رزا رحیمی از جابر عبدالی پول گرفته بودند خبر داد. ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس خبر داد که این نامه در همان ساعات ابتدایی جمعآوری امضا توسط تهیه کنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان توسط متولیانش پاره شده است. آقای پیر نیز به خبرگزاری ایسنا گفت که از پیگیری این نامه منصرف شده است. در پی انتشار نامه سرگشاده محمد رضا رحیمی معاون سابق رئیس جمهوری ایران خطاب به محمود احمدی نژاد و انتقاد از محکومیت خود غلام حسین محسنی اجهی معاون اول قوه قضاییه در یک نشست خبری با رد برخی از اظهارات آقای رحیمی از نحوه رسیدگی قضایی به پرونده علیه او دفاع کرد و وجود انگیزه سیاسی در این رسیدگی را مردود دانست. وی با بیان اینکه حکم این پرونده قطعی شده است گفت در آن زمان که این پرونده شروع شد در خصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود که در آن نام فردی به نام جابر عبدالی مطرح بود و در رسیدگی ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر عبدالی هم در آن نقش داشته است آقای اجهی افسود آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند بود که حدود 60 میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمد رضا رحیمی به میان آمد. محمد رضا رحیمی در نامه سرگشاده افشاگرانه ای که روز سهشنبه خطاب به رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد نوشت آورده بود که جابر عبدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان از شک بانکی خودش به 170 کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است. محسنی اجرایی در پاسخ به سوالی درباره مفاد نامه محمد رضا رحیمی به احمدی نژاد گفت این نامه را امروز دیدم و مطالب آن به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول به رسانه ها اعتراض داشته که رسانه ها باید پاسخ دهند و من اطلاعی ندارم. در بخش دوم مطالبی رد و بدل شده میان خود او و آقای احمدی نژاد که در مورد آن هم اطلاعی ندارم. اما در بخش سوم نوعی وانمود شده که انگار این پرونده با قرضورزی سیاسی تشکیل شده در حالی که وقتی داشتیم پرونده معاون اول وقت را بررسی میکردیم بسیار دقت کرده و بر اساس قانون و شرع با آن رسیدگی کردیم معاون اول قوه قضایی پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی را جزو پرونده هایی خواند که بررسی آن به دلیل سمت مهم سیاسی وی با وسواس و حساسیت بیشتری صورت گرفته است غلام حسین محسنی اجایی اضافه کرد اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع تراشی نمی کردن شاید روند رسیدگی زودتر انجام میشد. وی به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد. آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه از زیان 200 میلیارد دلاری روسیه بر اثر کاهش بهای نفت و تحریم‌های غرب خبر داد. روسیه روزانه حدود 10 میلیون بشک نفت تولید می کند و درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی این کشور را تشکیل می داد. وزیر دارایی روسیه همچنین گفته است کاهش بهای نفت تضعیف روبل روسیه را به همراه داشت و موجب تشدید نرخ تورم شد که در شرایط کنونی به 12.5 درصد میرسد سیلوانوف معتقد است که بهای نفت از 50 دلار برای هر بشکه در شرایط کنونی به تدریج افزایش خواهد یافت اما بعید است که به 100 دلار برسد اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد تمام اقدامات لازم را برای دفاع از خود در برابر تبادل آتش میان گروه حزب الله لبنان و ارتش این کشور به کار میگیرد ران پروسور نماینده اسرائیل در سازمان ملل در نامه خود به شورای امنیت گفته اسرائیل بی تفاوت نمیشیند که حزب الله اسرائیلی را هدف قرار دهد ده وی از 15 عضو شورای امنیت خواسته است که صریحا و علنا حمله حزب الله را محکوم کنند نامه نماینده اسرائیل پس از آن تسلیم شورای امنیت سازمان ملل شد که روز چهارشنبه یک خودروی نظامی اسرائیل در مرز این کشور با لبنان هدف موشک ضد تانک قرار گرفت ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه خبر داد بر اثر این حمله دو سرباز اسرائیلی کشته و هفت سرباز دیگر نیز زخمی شدند باراک با ما میگوید دیدار با بنیامین نتانیاهو در جریان سفرش به واشنگتن در ماه مارس را رد کرده چون انجام این دیدار دو هفته پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل نامناسب است و در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی گفته سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا به یک موضوع حساس در مناسبات دیپلماتیک دو طرف بدل شده و سیاستمداران هر دو کشور در مورد آن موضع گیری کردند جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بدون اطلاع کاخ سفید و نمایندگان حزب دموکرات از بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا دعوت کرده است سفر بنیامین نتانیاهو که در فاصله بسیار نزدیکی با انتخابات سراسری اسرائیل انجام می شود ممکن است به معنای حمایت از او تلقی شود انتخابات اسرائیل قرار است روز 17 مارس برگزار شود سازمان فریدوم هاوس با ارزیابی شاخصهای آزادی در 195 کشور از سقوط نگران کننده آزادی در جهان خبر داده است. اوضاع آزادی در سوریه از همه جای دنیا وخیمتر گزارش شده و ایران بار دیگر در جمع قرنشینان قرار گرفته است. سازمان فریدم هاوس مستقر در واشنگتن که از دیرباز با دیدبانی وضعیت آزادی های سیاسی، مدنی و حقوق دموکراتیک در جهان گزارش های سالانه از وضعیت 195 کشور جهان منتشر می کند، نزول آزادی در جهان برای نهمین سال پیاپی را نگران کننده دانسته و آن را نشانه ای از تر دموکراسی و بازگشت به مشت آهنین خوانده است. بر اساس آخرین گزارش سالانه فریدم هاوس خانه آزادی که روز چهارشنبه هشت بهمن منتشر شد آزادی در دو منطقه خاور میانه و اوراسیا با بدترین اوضاع ممکن مواجه است و تعداد کشورهایی که از لحاظ میزان آزادی به رتبه های پایین تر کرده اند دو برابر کشورهایی است که به رتبه های بالاتر رفتند سوریه با دریافت نمره هفت در قهر جدول نشسته و غیر آزاد ترین کشور جهان ارزیابی شده است. فریدم هاوس در گزارش خود در این رابطه می کشوری که با دیکتاتوری اسد به ورطه جنگ داخلی و تروریسم افسار گسیخته افتاده و در جایگاهی نشسته که هیچ کشور غیر آزادی در ده سال گذشته حتی به آن هم نزدیک نشده بود. بر اساس ارزیابی های انجام شده از سوی فریدم هاوس 46 درصد کشورهای جهان در دسته کشورهای آزاد 28 درصد در دسته کشورهای نسبتاً آزاد و 26 درصد در دسته کشورهای غیر آزاد طبقه شدند. یکی از مهمترین فاکتورهایی که نزول بی سابقه آزادی را در پی داشته، پلیسی تر شدن فضای ارتباطات، تقویت سیستم سانسور و تشدید جاسوسی دولتها روی ارتباطات آنلاین شهروندان عنوان شده است. در میان 51 کشور غیر آزاد، نام ایران، افغانستان و تاجیکستان هم به شش می‌خورد. در ایران به قدرت رسیدن دولت میان روی حسن روحانی به عنوان تحولی مثبت ارزیابی شده اما مقاومت و کارشکنی تندروها در برابر ایجاد اصلاحات به عنوان مانعی مهم بر سر راه بهبود وضعیت ذکر شده است. ایران با دریافت نمره 6 در همه زمین ها همچنان جزء قرنشینان ردبندی آزادی در جهان است. فریدم هاوس میگوید جمهوری آفریقای مرکزی گینه سوریه عربستان کره شمالی سودان ازبکستان و ترکمنستان حتی در میان کشورهای غیر آزاد هم بدترین وضعیت را برای آزادی رقم زدند. به رغم وخامت اوضاع در خاور میانه تونس در این میان وضعیتی استثنایی دارد این کشور حالا تنها کشور در جهان عرب است که در دسته کشورهای آزاد قرار گرفته عنوانی که چهل سال پیش و پیش از آغاز جنگ داخلی به لبنان رسیده بود. بنابر گزارش فریدم هاوس، رژیم های اقتدارگرای جهان در سالی که گذشت اقدامات خشونتبارتری انجام دادند و میزان حملات تروریستی هم در یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. گذشته از این، تعداد کشورهایی که اوضاع آزادی در آنها رو به بهبود بوده به پایین ترین میزان در نه سال گذشته رسیده است. در گزارش فریدم هاوس مداخله روسیه در اوکراین بازپسگیری حقوق دموکراتیک در مصر به دست ژنرال عبدالفتاح سیسی سرکوب گسترده و بیسابقه سابقه رسانه ها در ترکیه به دست دولت اردوغان و تشدید اقتدارگرایی در چین به عنوان مصادیق بارز نقص استانداردهای دموکراتیک ذکر شده است در حالی که جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران گزینه دیگری بجز حمید ابوطالبی برای سمت نماینده ای این کشور در سازمان ملل ندارد، روز چهارشنبه غلام علی خوشرو سفیر ایران در سوئیس به این سمت منصوب شد. وزارت امور خارجه ایران در این حال تاکید کرده، مراتب اعتراضش نسبت به عدم پذیرش سفیر پیشین ایران در سازمان ملل را پی خواهد گرفت. پیش از این ایالات متحده ای آمریکا از صدور ویزا برای حمید ابو طالبی به دلیل مطرح شدن نام او به عنوان یکی از افرادی که در ماجرای گروگانگیری دیپلومات های آمریکایی در سال 58 نقش داشته خودداری کرده بود. بر اساس آماری که مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور زنان و خانواده ارائه کرده است، 35 هزار دختر در ایران از تحصیل باز ماندن. سویلا جلودارزاده در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا نگفته که دلیل بازماندن این دختران از تحصیل چیست. خانم جلودارزاده گفته در دو دوره گذشته به مسائل زنان آنچنان که باید و شاید پرداخته نشده است. ترویج ازدواج و فرزندآوری زنان در سنین پایین سیاستی است که در سالهای گذشته توسط حکومت ایران دنبال شده است و علاوه بر آن زنان با تبعیضها در زمینه های تحصیلی و شغلی و موانع بسیار برای حضور در عرصه‌های علمی و تخصصی مواجه هستند. محمد حسین نجات معاون فرهنگی سپاه اعلام کرده 60 درصد مردم ایران بیننده برنامه های شبکه های هستند. آقای نجات از اینکه برنامه های محوری مورد استقبال مردم ایران قرار گرفته اظهار تاسف و از تلاش غرب برای تغییر سبک زندگی مردم ابراز نگرانی کرده است. وی از هالیوود، دانشگاه هاروارد و فضای مجازی به عنوان سه رأس مثلث گسترش سبک زندگی غربی در دنیا نام برده است. آمار استفاده از برنامه های شبکه های محوری در ایران برخلاف تمام تلاش های مقام های جمهوری اسلامی رو به افزایش است. مقامات اردن میگویند در صورتی که از سلامت و آزادی خلبان نیروهای هوایی این کشور که در اسارت تروریست های دولت اسلامی اطمینان حاصل کنند در مقابل زن جهادگر عراقی محکوم به اعدام را آزاد خواهند کرد اردن روز چهار شنبه هشت بهمن اعلام کرد که هنوز از زنده بودن یکی از خلبانهای نیروی هوایی این کشور که به اسارت گروه تروریستی دولت اسلامی درآمده اطمینان حاصل نکرده اما در صورت حصول اطمینان حاضر از طرح پیشنهادی شبه نظامیان دولت اسلامی برای مبادله او با زندانی آنها را بپذیرد به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت اردن میگوید حاضر است زن جهادگر عراقی وابسته به داعش را که در این کشور زندانی است، با معازل کساسه به خلبان نیروی هوایی خود که ماه گذشته به اسارت این گروه تروریستی درآمده مبادله کند. این خلبان اردنی اواخر دسامبر 2014 پس از سقوط هواپیما در جریان مأموریتش در شمال سوریه اسیر شبه نظامیان دولت اسلامی شد. حالا دولت اردن همه چیز را مشروط به آزادی خلبان اردنی کرده است. تروریست های دولت اسلامی در آخرین دور تهدیدهای خود گفتند که خلبان اردنی و روزنامه نگار ژاپنی را به قتل خواهند رساند. سرنوشت این خلبان و روزنامه نگار حالا به یکدیگر گره خورده چون داعشی ها میگویند تنها راه نجات او از مرگ آزادی ساجده در رشاوی جهادگر زن عراقی است که در اردن پشت میله های زندان است ساجد الرشاوی به خاطر مشارکتش در حملات تروریستی القاعده در سال 2005 که هایی در امان پایتخت این کشور را هدف قرار میداد در اردن به اعدام محکوم شده است در جریان آن حملات 60 نفر کشته شدند او خواهر سمیر الرشاوی از نیروهای ارشد ابو مصعب الزرقاوی از رهبران سابق القاعده است که در سال 2006 کشته شد دولت ژاپن که حالا ضرب العجل را هم پشت سر گذاشته یوشیده ناکایاما معاون وزیر امور خارجه خود را روانه امان کرده تا در هماهنگی با اردن زمینه آزادی روزنامه نگار اسیر این کشور را فراهم کند آنطور که از شواهد برمیآید داعشیها هارونا یوکابا یکی از دو گروگان ژاپنی را سر بریدند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در جلسه ی روز چهارشنبه کابینه اعلام کرده که از مواجهه با اتفاقات رخ داده وحشت زده شده است او گفت آنچه رخ داده به قایت غیر انسانی است و از همه ی وزیران کابینه خود خواست که در همکاری با یکدیگر زمینه ی آزادی کنجی گوتو تنها گروگان باقی مانده را فراهم کنند. مقامات ژاپن پس از انتشار نظرات مقامات اردنی نگرانند که با تغییر شرایط شهروند آنها دیگر بخشی از معامله اردن با داعشی ها نباشد. دولت اسلامی پیشتر از دولت ژاپن خواسته بود در ازای آزادی دو گروگان ژاپنی 200 میلیون دلار باج به این گروه پرداخت کند. تروریست های دولت اسلامی که با هدف احیای خلافت کنترل بخش های قابل توجهی از عراق و سوریه را در دست گرفتند در شش ماه گذشته پنج گروگان غربی را به قتل رساندند. <applause> حامیان ارفان حلقه برای اطلاع از وضعیت نامعلوم محمد علی طاهری و اطمینان از سلامتی وی روبروی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ایران و کانون وکلا تجمع کردند که این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی مواجه شد محمد علی طاهری بنیانگذار ارفان حلقه و فرادرمانی به اتهاماتی مانند راهاندازی تشکیلات غیرقانونی توهین به پیامبر اسلام توهین به مقدسات اسلامی و عضویت در گروهک های ضد انقلاب به زندان محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد نتیجه پرونده جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران بعد از قطعیت و اتمام دادرسی اعلام می شود و او به زودی محاکمه خواهد شد جیسون رضاییان 38 ساله روز 31 تیر ماه به همراه همسر خود یگانه صالحی بازداشت. شد خانم صالحی با قرار وسیقه آزاد شد در حالی که آقای رضاییان به دنبال تمدید قرار بازداشت همچنان در زن جانکری است. جان ماه در بیانیه از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که آقای رضاییان را هر چه سریعتر آزاد کرده و از طرح اتهام های به او نامشخص دست بردارند. محمد حسن یوسف پور سیفی از زندانیان سیاسی به نوعی بیماری خونی نادر مبتلا شده که می تواند بینایی او را از بین ببرد. پزشکان اعلام کردند او به بیماری بهجت مبتلا شده است. بهجت نوعی بیماری نادر علیه سیستم ایمنی بدن است. این بیماری می تواند چشم را مورد حمله قرار دهد که اگر به موقع درمان نشود احتمال کور شدن بیمار وجود دارد. وی همچنین از فشار خون بالا و بیماری قلبی نیز رنج میبرد آقای سیفی دو سال و شش ماه از دوران محکومیت خود را سپری کرده با این حال دادستانی تهران با مرخصی او مخالفت می کند. الکسیس سیپروس نخست وزیر جدید یونان سیاست دولت خود را مشخص کرد بر این اساس دوری از اتحادیه اروپا و نزدیکی به روسیه محورهای اصلی سیاست خارجی این کشور است. نخست وزیر جدید یونان ساعتی پس از ادای سوگند با سفیر روسیه در آتن دیدار کرد. الکسیس سیپراس نخست وزیر جدید یونان تنها چند ساعت پس از پیروزی تاریخی جبهه چپگرای خود سیریزا با عنوان رئیس دولت جدید یونان ادای سوگند کرد. رای دهندگان یونانی با انتخاب خود آشکارا اعلام کردند که حاضر نیستند شربت تلخ اتحادیه اروپا، صندوق جهانی پول و بانک مرکزی اروپا را بنوشند. این شربت قرار بود یونان را از دام قرض نجات دهد، اما در عین حال حدود یک چهارم جمعیت یونان بر اثر آن دچار فقر شدند. اما دولت جدید الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان چگونه میخواهد کشورش را از این وضعیت نجات دهد؟ نسخه سیپراس برای درد مشکلات کشورش سیاست نزدیکی به روسیه است و او این سیاست را اکنون آغاز کرده است. دیدار با سفیر روسیه در آتن پس از ادای سوگند نشانه ای از سیاست جدید دولت چپگرای یونان است. گرچه رسما گفته می شود که سفیر روسیه پیام تبریک رئیس جمهور روسیه را به نخست وزیر یونان آورده اما آنچه اکنون مشخص شده این دیدار فراتر از یک تشریفات دیپلماتیک بوده و بیشتر گرایش و تمایل دولت یونان را نشان می دهد که قصد دارد در داخل اتحادیه اروپا به کشور مورد علاقه روسیه تبدیل شود. اکنون آتن به فکر این است که در اجلاسیه بعدی اتحادیه اروپا تحریم های جدید علیه روسیه را وتو کند. نخست وزیر جدید یونان در گفتگو با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا صریحا مخالفت خود را با بیانیه این اتحادیه در قبال روسیه و تحریم های جدید اعلام کرد. وزیر امور خارجه جدید یونان هم مخالف سیاست تحریم اتحادی اروپا علیه روسیه است. وی میگوید بیانیه جدید اتحادی اروپا نشان دهنده سیاست آتن نیست و این مسئله را در اجلاس وزیران خارجه کشورهای اتحادی اروپا که قرار است روز پنجشنبه شنبه 29 ژانویه برگزار شود مطرح خواهد کرد. به نوشته تارنمای اشپیگل آنلاین روسیه هم اکنون قصد دارد کالاهای یونانی را از فهرست تحریم کالاهای اتحادیه اروپا حذف کند. یونان در سال 2013 به میزان 400 میلیون یورو به روسیه کالا صادر کرده است. مضاف بر آن یونان به گاز ارزان قیمت روسیه نیز چش دوخته و امیدوار است روسیه نرخ گاز خود را کاهش دهد. در این راستا وزیر جدید انرژی یونان به رأی دهندگانش وعده داد که مانع خصوصی شدن شرکت برق این کشور شود. و است تا نیاز انرژی خانواده های یونانی را با گاز ارزان قیمت تأمین کند. دولت مردان جدید یونان نقش کشورشان را اکنون به عنوان پلی میان روسیه و اتحادیه اروپا تعریف می کنند. زمانی که سیپراس در سال 2014 از مسکو دیدار کرد، به شدت سیاست ضد روسیه دولت وقت یونان و به ویژه تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه را مورد انتقاد قرار داد. وی ای بر این عقیده است که امنیت اروپا بدون روسیه هرگز تأمین نخواهد شد. این سیاستمدار چهل ساله همچنین در این فکر است تا زمینه ساخت خط لوله گاز روسیه به اروپا و تأمین انرژی گاز اروپا یونان را به کشوری مهم و استراتژیک تبدیل کند. اما سیاست های ضد غربی دولت جدید به نظر کارشناسان و ناظران مسائل بین الملل برای یونان فاجعه بار خواهد بود. یک سیاستمدار یونانی که کشورش را در سال 1981 عضو اتحادیه اروپا کرد نیز بر این باور است که یونان به غرب تعلق دارد و دولت جدید یونان ظاهرا این امر را زیر سوال میبرد حزب چپگرای سریزا پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی روز شش بهمن به سرعت با حزب راستگرای یونانی های مستقل اعتلاف کرد تا با کسب اکثریت در پارلمان بتواند تشکیل دولت دهد. جواد کریمی قدوسی از راه سیستمی توسط دولت حسن روحانی برای رصد فعالیت های محافظ کاران علیه دولت یاسهم خبر داده است. کریمی قدوسی گفته این سیستم اخبار و اطلاعات نیروهای ارزشی متدین و مدافع اسلام را از سراسر کشور جمع کرده و در اختیار روحانی میگذارد. به افسود روحانی هم این اطلاعات را در پوشهای مختلف طبقه بندی می کند و هدف از این اقدام جلوگیری از طرح انتقاد علیه دولت یازدهم است آقای کریمی قدوسی همچنین از عملکرد علی جنتی وزیر ارشاد هم انتقاد کرده و از تلاش ها برای استیزاه وی در مجلس خبر داده است این نماینده مجلس برخورد دولت و وزارت ارشاد با رسانه های ارزشی را یکی از محورهای طرح استیزاه علی جنتی اعلام کرده است رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از تصویب یک فوریت طرح عقص عوارض از اطباء خارجی خبر داد. بر این اساس اطباء خارجی در تهران برای اقامت مجبور به پرداخت پولی هستند که پیش بینی می شود درآمدی پایدار برای شهرداری ها و همچنین استانداری ها باشد. علی دبیر عضو شورای شهر تهران گفت بر اساس این مصوبه به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال از مهاجرین خارجی مقیم شهر تهران به ازای هر نفر سالانه مبلغ یک میلیون ریال عوارض اخذ کند. یک مقام امنیتی یمن اعلام کرده ده ها تن از عناصر گروه تروریستی داعش از طریق دریا وارد استان هزرموت در جنوب شرق یمن شدند. بر اساس این گزارش در میان این افراد اطبایی از کشورهای فرانسه، افغانستان، سومالی، سوریه و دیگر کشورهای همجوار وجود دارند. رئیس دستگاه اطلاعاتی یمن ماه جاری میلادی به روزنامه اسیاسا و چاپ کویت گفته بود چهاردهم همه درگیری شدیدی میان داعش و سایر نیروهای القاعده در وادی سر در استان هزرموت رخ داد که در جریان آن چند تن از طرفین کشته و زخمی شدند. کوبا و آمریکا چندیست مذاکرات برای عادیسازی روابط دیپلماتیک را رو آغاز کردند. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا به تازگی شروطی را پیش پای آمریکا گذاشته و گفته است در صورت برآورده نشدن آنها رابطه با آمریکا بیمنی خواهد بود. راول کاسترو رئیس جمهور کوبا بهبود روابط این کشور با آمریکا را مشروط به پایان دادن به تحریم ها و بازپس دادن زمینی دانست که زندان گوانتانامو در آن قرار دارد. وی روز چهارشنبه نه بهمن در جریان سخنرانیش در نشست سران کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب اضافه کرد ایالات متحده همچنین باید به کوبا به خاطر اشغال این تکه زمین قرامت پرداخت کند بازداشتگاه گوانتانامو در خلیج گوانتانامو در جنوب شرقی جزیره کوبا واقع شده که در اختیار ارتش آمریکاست. دولت کوبا قرار داد اجاره این پایگاه را که در سال 1903 با نیروی دریایی آمریکا بسته شده و در سال 1934 به صورت دائم تمدید شده معتبر نمی داند. مقامات عالی رتبه آمریکا و کوبا در هفته های گذشته مذاکراتی را در راستای عادیسازی روابط دوجانبه انجام دادند. عواسط ماه دسامبر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از پایان پنجاه سال رابطه سرد و تیره میان دو کشور خبر داد و اعلام کرد آمریکا و کوبا در نظر دارند روابط دیپلماتیک خود را آغاز کنند. راول کاسترو در سخنرانی روز چهارشنبه خود تاکید کرد تحریم های تجاری آمریکا علیه کوبا از سال 1962 تا کنون خسارات عظیم اقتصادی برای کوبا به همراه داشته و ناقض قوانین بین المللی بودند. به گفته وی چنانچه این مشکلات حل نشوند نزدیکی دیپلماتیک دو کشور به یکدیگر کاری بیمعنی است. باراک اوباما نیز پیشتر در مورد پایان دادن به تحریم ها علیه کوبا سخن گفته و از این اقدام حمایت کرده بود با این حال اعضای کنگره آمریکا نسبت به این موضوع به دیده تردید می رئیس جمهور کوبا خواستار آن شده تا همتای آمریکاییش از قدرت سیاسی خود استفاده کرده و بدون توجه به نظر کنگره تحریم ها علیه کوبا را لغو کند. راول کاسترو در این حال اضافه کرده دولت کوبا به آمریکا اجازه مداخله در امور داخلی خود را نخواهد داد. به گفته وی کوبا از برقراری کامل روابط دیپلماتیک میان دو کشور استقبال می کند اما این بدان معنا نیست که آمریکا می تواند در امور داخلی کوبا مداخله کند. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید از شما دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش میشود شب و روز شما خوش <تصوحن> <تصوحن>